بر شما دوستان جان، اینجا چنل کریزی گروپ پا همچنان، اسم من یوکی و یا 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 یاشا خان. گایز امروز یه ویدیو انیمیشنی با هم دیگه میخواییم داشته باشیم. من میخوام چند تا از انیمیشن هایی که بهترین سکانس شروع رو دارن، یعنی با بهترین سکانس ممکن وارد داستان میکننتون، وارد فضای انیمیشن یا اون حال هوا میکننتون. پس ببین چایی سر تو در خیلات بودشتین هم زمان میکنیم، پس یه فاصله 20 ثانیه بگیریم بریم بیاین تا تقلبان توی گوشیه ما انجام بدیم. Let's go! گایز برگشتیم. اولین انیمیشنی که قطعا شما هم میخواین تو این لیست من باشه، انیمیشن گوش، چقدر سخت تلفظش، گوش پشت نوتردام. گوش پشت نوتردام یکم برای ما که فارسی زبان دوممونه سخته. گوش پشت نوتردام بهترین سکانس شروع رو داره. برای چی حالا این رو من انتخاب کردیم؟ برای اینکه دقیقا با اون موزیک، با اون معماری که تالا به رخ میکشه، با اون حال هوایی که برای مخاطب ایجاد میکنه، یکی از بهترین هاست. قشنگ قرون وسطی اینا راحت میرین. اگر انیمیشنی هم میخوایم که مثلا اون حالت رو بهتون بده، من انیمیشن دیو دلبر رو هم بهتون پیشنهاد میکنم، ولی گفتم که یه دونه ازش توی این مجموعه بذارم. قشنگ با اون آهنگ، البته یه بک داره ولی وقتی وارد میشه خیلی آهنگ قشنگ، آهنگ فرانسوی، بونجو دلبره میره کتابخونه که کتاب بخره. مورد بعدی شما رفتیم ببخشید. مورد بعدی قطعا شرکه. شرک بهترین انیمیشن و ماندگارترین انیمیشنیه که اون صحنه رو داره که وقتی کتاب بسته میشه و یهویی وارد میشه و واقعا فوق‌العاده است، بدون هیچ به قول گفتنی پایریزی یهو میکنن توت. به قول گفتن اون سکانس با اون فوق‌العاده ای رو، چون یه چیزی میاد از رو کتابا میگه انتظار داری که مثل اون باشه، یه شوی یه پروی، بعد یه بار رفت توی غول یا مرداب یا اون حموم کردنش و اون آخر شب غذا خوردنش، اون موزیکی که داشت، حالا اسم آهنگه هم قشنگ یادم نیست، خیلی آهنگ قشنگ بود. به نظر من قشنگ بود. اون حموم گلی که میگیره، اون سکونه میگیره حموم گلا بیاد، واقعا خیلی قشنگه. مورد بعدی و بهترین که نمیشه گفت، یکی از بهترین ها قطعا علایالدین یک منظورمه، که با اون آهنگ میبره ما رو توی صحرای مصر. البته من میدونم مثل حالا چما کلا میریم تو صحرا دیگه کلا. بعد اون مرده میاد در مورد جراغ و جادو میاد با اتون صحبت میکنه، بعد اون دوربینه که حرکت میکنه، انگار حالتی که خودتون دارین جوابشو میدین بهتون دست میدین، وقت بارو بین بابا. این تیکه چه نیشوری گفتم، اون تیکه که میخواد لامپشو بفروشه بهتون، به نظر من خیلی قشنگه. و الان من وقت داشته باشم قطعا میرم نگاه میکنم. البته من انیمیشن ها رو اگه اون تیکه که موزیکاشون دوبله نکردن من دوبله نگاه میکنم، اگرم نه به غیر از البته انیمیشن ریک و مورتی، اگر بخواین برای اون یه ویدیو جدا میسازم. و بهترین حرکتی که من میتونم بگم قطعا و بدون شاخ و بالای گذاشتنی،
سکانس شیرشاهه. طلوع خورشید، اون غروب خورشید که حتی تو شیرشاه یکنیم که اون تیمون و پومبا دارن میرن و واقعا قشنگ، یکی از بهترین هاست و حتی لایو اکشنش بکنم 2 میلیارد یکنیم میلیارد فروش رفت و هرچی که خوب باشه میره دیگه، مثل پینوکیو نکنیم، درازش کردیم، دست زدیم، پاره کردیم همه چی. یکی از قسمت هایی هم که من انتخاب کردم و به نظر من خوب بود سکانس آغازین قسمت سوم داستان اسباب بازی هست و همین چند روز پیشم خالق داستان اسباب بازی ها داستان اسباب بازی ها فوت کرد، تو 50 چند سالگی بود، خدا رحمتش کنه، که به خوبی به تصویر میکشه ذهن بازی که ذهن بازیایی که انجام میده کودکی اندی رو قشنگ نشون میده. من نمیخوام زیاد اسپویل کنم، اگه خواستم میرین انیمیشن هم ببینید که تفاوت داره، حالا یکم بیا اینجا باید بگم یکی تفاوت داره با قسمت اولش که فقط جملات و اینا بود، ولی حالا رفته توی تخیلاتش، تصویر ذهنی از اون داره و نمونه فانتزی از اون میبینین. قطعا شما که این ویدیو رو میبینین و 100% شما هم میخواستین چند تای دیگه توی این لیست باشه، ولی همیشه بهترین ها باید تعدادشون کم باشه دیگه، نه 3 نفر 4 نفر چیز میکنن بهتر میکنن. حالا من 4-5 تا انتخاب کرده بودم، نمیدونم شاید هم 6 تا شد. خیلی خوب، چند تا چیز رو بهتون بگم. یک، اگه انیمیشن سورال دارین و من نگفتم کامنت کنیم، میخوام نظر شما بدونم که چه انیمیشنی بهترین سکانس آغازین رو داره. بغیر از اون لایک، کامنت، سابسکرایب، الاسکه یادتون نره. اول از اینکه سلامت باشین، دوم از اینکه روز خوبی داشته باشین، سوم از اینکه دوستون دارم خیلی زیاد، حرفی حدیثی نیست، شاد باشین، شادی رو انتقال بدین و چای بخوریم و خدا نگهدار. خدا نگهدار.